خب اسم من عباس کریمی ریزیه، من لیسانس و فوق لیسانس هم دانشگاه بهشتی بودم، فیزیک خوندم، فیزیک سیستم های پیچیده، بعد اومدم دانشگاه آلتو، دانشکده کامپیوتر ساینس و دکترام شروع کردم. 15 مارس تقریبا کمتر از یک ماه دیگه دفاع میکنم و کاری که کردم توی دوره دکترا این بوده که ببینم شبکه های اجتماعی چجوری اثر بخشی مداخله ها توی اپیدمی اثر میذاره، و این مدت هم عضو یک گروهی بودم، عضو یک پروژهی بودم به اسم نوردیک مس کووید که ایدهش این بود که کشورهای نوردیک دانشمندهاشون و پژوهشگراشون رو به همراه سیاستمدارا و اونایی که پابلیک هلث ایجنت هستن و یه جای جمع کنن، اینو بیشتر با هم حرف بزنن تا بتونن کووید رو مدیریت کنن. این احتمالاً چیزی که راجع به من باید بدونید. راجب اینکه این ارائه چقدر فنی خواهد بود، من قبلش باید بگم که من یه بخش زیادی از تجربیاتم رو نوشتم، مکتوب کردم یا ویدیوهایی که ضبط شده توی پروژه sitepur.org یا complexity.sitepur.org هست، برای همین اگر کسی علاقه من بود که بیشتر بدونه میتونه به اینا مراجعه کنه. همینطور اینکه من توی این چند سال گذشته چند تا سخنرانی آنلاین داشتم توی بهشت شریف، توی بهشتی، توی شریف، توی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، و عمده این ضبط شده، اسلایت هاشون هم هست و اینها هم به زبان فارسی بودن. من خیلی عذرخواهی میکنم که اسلایت های امروز هم به زبان فارسی نیست، خیلی عذرخواهی میکنم، من خیلی این روزا زمان کمی داشتم. از اون طرف چون که این ارائه قبلیم به فارسی بود، گفتم شاید بد نباشه که بعضی از کلمات رو یک بار هم انگلیسیشو ببینیم اینجا، ولی کماکان عذر تقصیر بابت اینکه از اینجا بعد اسلاید ها فارسی نیست. و بهترین منبع برای چیزی که راجبش حرف میزنم تز دکترای خودمه، خیلی مغرورانه اینو میگم چون زحمت زیادی کشیدم برای نوشتنش. اگر کسی علاقه منده به اپیدمی میتونه تز دکترای منو بخونه، و اگه کسی هم دوست داشته باشه میتونه درخواست بده من نسخه چاپی بهش میدم، یکمی داستان داره ولی امکان پذیر. خلاصه بعد از این حرفا بریم شروع کنیم به اصل مطلب. اصل مطلب اینه که قصه از اینجا شروع میشه که ما دانشمند شبکه و دوست داریم جوامع انسانی رو به کمک یه سری شبکه ها توصیف کنیم، و اولین ابزاری که خیلی خوب میتونیم برداریم یه سری گراف تصادفی. یعنی گراف تصادفی اینجوریه که یه سری اونم بتونم ما یه سری نود داریم، یه سری نقطه داریم، به اینا میگیم رأس، این نماینده یه آدمه، اینم یه آدم دیگه است که اگه این دوتا با هم با یه خط وصل بشن، مثلا با یه لینک یا پیوند وصل بشن، میگیم این دوتا با هم متصلن یا با هم برهم کنش میکنن. خلاصه اینکه یه جامعه انسانی رو میشه یک توصیف ساده ای ازش به کمک یک گراف تصادفی که تصادفیه، چون که آدما به صورت منظم هم وصل نیستن، و اینکه میشه یه سری ساختارها رو راجبشون حرف زد. مثلا اگر نگاه کنید این گرافی که من دارم بهتون نشون میدم، یه بخش بزرگی داره که اکثر نقاط به هم وصلن، ما به این میگیم بزرگترین مؤلفه همبندی، چون تعداد رؤوس خیلی زیادی توش وصلن. یه سری جزیره دور افتاده هم هست که مثلا تو این جزیره یه دونه آدم هست که با هیچ کس ارتباط نداره، یه مش جزیره دیگه، یه مش مؤلفه دیگه هستن که تعدادی رأس دارن، تعدادی یال توشون هست، بعضیشون مثلث توشون تشکیل شده، هر چیز. حالا ما بیم میگیم گراف تصادف، و دوست داریم که یه گرافی رو تا اونجایی که ممکنه جوری انتخابش کنیم یا جوری بسازیمش که شبیه باشه به یه جامعه‌ای که می‌خوایم یک فرآیندی روش مدل کنیم. و به طور خاص راجع به این ارائه ما می‌خوایم مدل پخش بیماری روی این گراف‌های شبکه‌ها رو نگاه کنیم. من از کلمه گراف و شبکه استفاده می‌کنم برای ارجاع به یک چیز، ولی گراف یه چیز اصولی تر توی ریاضی تاریخش بزرگتره و فلان، شبکه رو بیشتر از جهت علم شبکه و اینها بهش میگیم، فرق نداره هر چیزی که بگیم درست. خلاصه اینکه ایده اینه که اگر ما یک بیماری داشته باشیم که وارد یه جامعه میشه، سوال جدی اینه که بعد از گذشت یه مدتی آیا این بیماری کل اون جامعه رو میگیره؟ اگر میگیره شانس این اتفاق چقدره و بعدی این اتفاق چقدر، یعنی اپیدمی چقدر بزرگ میشه، چقدر جامعه رو میگیره؟ اینا سوال های خیلی کلیدی هستند توی مطالعه اپیدمی روی شبکه.
این کاری که من میکنم و اینکه حالا اگر ما یه مداخله ای انجام بدیم چجوری این مداخله میتونه سرعت رشد بیماری رو کم کنه. اوکی، من میخوام یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم از این روش های ریاضی راجع به مدل سازی اپیدمی، اینکه کلا بیماری های همگیری و همگیر شد، بیماری های واگیردار رو چجوری میشه مدل کرد. مدل های مختلفی از معروف ترین دسته مدل هاشون یا مدل های بخش بندی کامپارتمنتال مدلز، و ایدهشون اینه که ما جامعه رو تقسیم کنیم به یه مش گروه، یه گروه آدم سالم داریم بهشون میگیم susceptible people، یه مش گروه infected داریم، آدم هایی که بیماری رو گرفتن مبتلا شدن، و یه گروهی هم داریم گروه recovered یا removed، این گونه آدم هایی هم که بالاخره دوره درمانی رو طی کردن یا هر چیزی، اینا دیگه از بیماری بهبود یافتن، یعنی که خدای نکرده فوت کرد. removed به این خاطر که از interaction، از صفحه interaction حذف شدن. و اگر ما جامعه رو تقسیم کنیم به این سه تا گروه، اون موقع میتونیم یه سری معادله نرخی بنویسیم، rate equation بنویسیم و بگیم که مثلا آدم ها چه جوری از هر کدوم از این بخش ها میرن توی بخش دیگه. مثلا اگر بتونیم تعریف کنیم که با یه نرخ بتایی آدم ها از S تبدیل میشن به I و با یه نرخ گامایی هم سرانجام بهبود میابن، میشه سه تا معادله دیفرانسیل نوشت مثل اون پایین که S در واقع کسر جمعیت S به کل جامعه است، یعنی تعداد آدم هایی که اون تقسیم بر کل جامعه، آی کوچیک و آر کوچیک هم نسبت اون دوتا جامعه رو. این اینا معادل های ساده، یعنی اینا هر کسی که یک کمی فیزیک خونده باشه یا که پاپولیشن داینامیک خونده باشه با این آشناه، و اینو ما داریم با یه شرط جدی حلش میکنیم یا در نظرش میگیریم، و اون شرط اینه که جامعه ما فولی میکسته، و منظور از فولی میکس پاپولیشن اینه که هر آدمی تو این جامعه میتونه به هر آدم دیگه اثر بذاره، یعنی اینجوری که هر آدمی مستقل از مکانش، مستقل از شرایط سنیش، مستقل از هر چیزی میتونه، یعنی آدم توی آمریکا میتونه آدم توی ایرانو آلوده کنه. این معنی فولی میکس پاپولیشن، یعنی کل آدم هایی که شما توی جامعه در نظر میگیرید، کل ایرانی ها رو اگر به عنوان جامعه نگاه کنید، یزدی ها میتونن مثلا سمنانی ها رو مریض کنن، که خب کاملا دور از واقعیته ولی جای خوبیه برای شروع. هیچ نتورک استراکچری در نظر گرفته نشده، فقط یه مش معادله دیفرانسیل داریم روی یه جامعه. این مدل رو نمیتونیم قاعدتا تحلیلی حل کنیم چون صورت بسته ای نداره، ولی میتونیم عددی حلش کنیم. وقتی عددی حلش میکنیم، سه تا خم داریم، یه خم ساسپتبل داریم، آدمای سالم، این یکی از این بالا شروع میشه، همه جامعه اول کار سالمن، و دینامیک SIR به ما میگه که اینا کم میشن و از یه جای به بعد تقریبا بدون تغییر میمونن. یه دونه ریل تایم اینفکتد داریم، این خم دومه که اینجوری میاد بالا میاد پایین، این میگه آدما که تو اون لحظه تو اون تایم مریضن چند نفرن. این شروع میکنه به صورت نمایی زیاد شدن تو ابتدای همگیری، به یه قله میرسه و میاد پایین و دیکی میکنه، و سرانجام میبینید که یه خم دیگه داریم به اسم خم ریکاورد که من با خط پررنگ نشونش دادم. علتش اینه که این به صورت تجمعی نشون میده که تا اون لحظه چند نفر مریض شده. برای همین این خم پررنگ رو تقریبا به عنوان یه مؤلفه جدی به عنوان اندازه اپیدمی در فلان لحظه بهش نگاه میکنه. حالا یه سری نکته وجود داره راجع به این نمودار. اول اینکه این خم اینفکتد ها به شما نشون میده که توی هر لحظه چند نفر مریضن، برای همین هر چقدر این بره بالاتر هشدارش برای سیستم بهداشت و درمان بیشتره، یعنی اینجایی که این به این بزرگتری اندازش میرسه جای خیلی خطرناکیه، برای اینکه این تقریبا به شما میگه که توی فلان روز این همه آدم داره میاد بیمارستان، و همین خاطر اگر بیمارستان شما جا نداشته باشه این همه آدمو پذیرش کنه احتمالا مشکلات جدی پیش میاد. برای همین اگر توی دوران کووید یادتون باشه یک داستانی بود که تمو صاف کنید flattening the curve، و ایدهش همینه که ما بیایم یه سری مداخله انجام بدیم، مثلا مردم رو واکسینه کنیم، مردم رو قرنطینه کنیم، به مردم بگیم دستتون رو بشورید، ماسک بزنید و همه این کارها، به خاطر اینکه این خمی که ابتدای کار اون شکلی بود بعدترش یکمی بیاد پایین تر، یعنی اون قله بیاد زیر جایی که آستانه ترکیدن بیمارستان های ما از آدم باشه.
این کار، اینکه آیا لزوما خوبه یا بد، این یه بحث مفصله و خیلی هم بدیهی نیست. یعنی اینکه لزوما این خمه بیاد پایین آیا کار خوبی کردیم یا نه، حرف و نقل زیادی پشتش هست، ولی حداقل چیزی که میشه فهمید اینه که اگر این بیاد زیر آستانه تحمل بیمارستان های ما، میدونیم که توی تعداد روز مشخص اتفاقات فوق العاده وحشتناک بدی نمیفته. اما اینکه آیا در ادامه در دراز مدت این خوب یا نه، این استراتژی خوبه یا نه، یه بحث دیگه است که من فعلا راجبش نمیدونم. اما این ایده فلتنینگ دکرف از اینجا میاد که شما یه مدلی مثل SIR اگه داشته باشید، نمودار آی یه جای پیک میزنه، ما میخوایم اون پیک زیاد بالا نباشه. یه نکته دیگه که وجود داره، ما نمیتونیم SIR رو حلش کنیم، حل تحلیلی نداره، ولی میتونیم رفتار مجانبیشو راحت حل کنیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم به این نمودار، میبینیم توی زمانهای بزرگ تابع ما شروع میکنه اشباه شدن. برای همین توی لیمیت تی به سمت بی نهایت اگر شما به کم آر نگاه کنید، میتونید بگید که آره مشتق زمانی تقریبا صفره. برای همین میرسید به این معادله ای که اینجا نوشته، این معادله ایتراتیو و معادله تکرار شونده توی این آره، آر اینجا هست، آرم اینجا، و این عدد به شما این نقطه آخر رو میده. بسته به اینکه بتا و گاماتون چه باشه. بتا به شما نرخ این که به طور متوسط یه آدم چند تا رو میتونه مریض کنه، و گاما اون زمانی رو به شما ایندیکیت میکنه که آدم ها ریکاور میشه. به خاطر همین بسته به این عدد بتا و گاما نسبت این دوتا، شما میتونید راحت این آره رو حساب کنید. یعنی دوتا فیکس پوینت خواهید داشت توی ایتریشنتون، یکی از اون فیکس پوینت ها استیبل، یکشون آن استیبل، و نسبت بتا به گاما اونو مشخص میکنه. برای همین اگر من به جای اینکه این تحول زمانی SIR رو نگاه کنم، فقط علاقه من باشم که سرانجام چند نفر مریض میشن، میتونم یه کاری کنم. میتونم اون نمودار رو بذارم کنار، یه فضای ایستایی رو ترسیم کنم که تابعی از بتا به گاماه. الان اینجا دیگه زمانیست، زمان الان آخرین روزیه که کووید تموم شده، میخوام ببینیم تا الان چند نفر مریض شده. این نمودار به ما اونو میگه، میگه که سایز اپیدمی، سایز نهایی، اندازه نهایی اپیدمی با توجه به این تابع این شکلی تغییر میکنه که اگر بتا و گاما نسبتشون از یک کمتر باشه این صفره، یعنی در نهایت اپیدمی رخ نمیده. اصطلاحا میگن disease spreading die out میکنه، یعنی بیماری از بین میره، نمیتونه کل جامعه رو بگیره. ولی اگر این نسبت بزرگتر از یک باشه، میبینید که این همین شکلی زیاد میشه. شما اگر فیزیک خونده باشید با این نمودار آشنایید. ما به این نمودارا میگیم نمودارای گذار فاز. ما یک گذار فاز داریم از فازی که اصطلاحاً اپیدمی وجود نداره به فازی که اپیدمی وجود داره، و این خیلی مسئله کلیدیه. چون اینجا ما یک اصطلاحاً کنترل پارامتر داریم، یک پارامتر کنترل داریم برای بیماریمون به اسم عدد سرایت پایه که تعریفش از آرنات که از بی روی گاما، و این به شما میگه که زیاد و کم شدن این عدد چقدر میتونه خطرناک باشه. اگر این عدد فکر کنید، این یه جورایی داره به شما میگه که هر آدم مریض توی جامعه به طور متوسط میتونه چند نفر دیگه رو مریض کنه قبل از اینکه خوب بشه. برای همینه که خب معلومه اگر بیشتر از یک باشه، یعنی که خب همجوری رشد میکنه میره، و اگر هم کمتر باشه احتمالاً بیماری زیاد جلو نمیره از بین. این مهمترین درسیه که ما باید بگیریم، که یک گذار فاز وجود داره تو مدل SIR، از حالت اینکه بیماری نیست به حالت اینکه بیماری جامعه رو بخش زیادیش رو میگیره. این خلاصه ای از مدل سازی اپیدمی به کمک ریاضی. ولی خب تا اینجای کار این مدل های ما اصلا نتورک استراکچر رو در نظر نمیگیرن، اصلا براشون مهم نیست که چه ساختاری جامعه انسانی داره. گفتیم که یه فرضی گذاشتیم و اول به اسم law of mass action یا fully mixed model که هر کسی میتونه هر کسی رو مریض کنه. خب ما میدونیم که اینجوری نیست. برای اینکه این فرض رو بهترش کنیم، میریم سراغ نتورک ها. حالا این گرافی که من اینجا کشیدم رو در نظر بگیرید. این یه جامعه ایه که هر آدمی با یکی دیگه در ارتباطه، واسه همین قاعدتا فولی میکس نیست، بعضی با بعضی اصلا ارتباط ندارم، مثلا این نمیتونه مستقیما اینو اثر بذاره، همیشه توی یه واسطه باید باشه. و حالا سوال اینه که اگر من یک مدل پخش بیماری مثل SIR دارم با یه نتورک مشخصی، اون موقع چجوری میتونم این مسئله رو حل؟ قاعدتا اگر بخوام معادله دیفرانسیل روی یک گراف حل کنم خیلی کار سختی، اصلا
نشدنیه خیلی وقتا، یعنی همون اول کار میمونیم توش. برای همین مردم میان و یه سری ابزار درست میکنن، یه سری مفاهیم درست میکنن و اولش اینه که اون شبکه ابتدایی که آدم ها به هم وصلن و بهش میگن اصطلاحا شبکه تماس، کانتکت نتورک، این میگه که هر آدمی با کی دیگه در ارتباطه و بعد حالا روی این شبکه تماس یه بیماری میاد و این بیماری شروع میشه پخش شدن و از این شبکه تماس یه شبکه دیگه ای میسازیم که ترانسمیشن ها، انتقال بیماری ها رخ داده. برای همین به ما میگیم شبکه انتقال. تقریبا ما نمیدونیم که شبکه های تماس چه شکلی هن. چون از لحاظ اینکه دیتای زیادی داشته باشیم از دل طبیعت، از اندازه‌گیری های مختلف نمیدونیم درست. به خاطر همین این خیلی کار سختیه توی استپ اول که جیو بشناسیم و توی استپ بعدی اینکه چجوری برسیم به جی پرایم. برای همین یه بخش زیادی از مطالعات علم شبکه با جی پرایم شروع میکنن. میگن فرض کنید که ما اصلا یه هایی که اومده بهم گفته این جی پرایم. برای همین خیلی از مطالعات روی علم شبکه اینجوریه که به شما یه شبکه رو میدن و میگن فرض کنید این شبکه تماسه. حالا روی این شبکه تماس، این یعنی که هر لینکی که الان وجود داره، چون شبکه تماس زیرمجموعه از شبکه انتقال زیرمجموعه از شبکه تماسه، هر لینکی که مونده اینها به صورت فعالانه میتونن در گسترش بیماری نقش داشته باشن. به همین خاطر اگر شما اطلاعات آماری این شبکه رو داشته باشید، اصطلاحاً متوسط اکسس دیگری اون شبکه رو داشته باشید، اون عدد سرایت پای رو میتونید حساب کنید. هر شبکه یه مش رأس داره، هر رأس به یه سری آدم وصله، تعداد اتصالاتش رو میگیم دیگری یا درجه، یعنی درجه این آدم دوه، درجه این آدم دوه، درجه این یکی سه، و خب هر گرافی هر شبکه یه توزیع درجه داره. خب وقتی ما شبکه تماس رو داریم نگاه میکنیم، شبکه تماس، این شبکه انتقال، تو شبکه انتقال یه سری لینک ها از بین میرن، یعنی این آدم میتونسته این با این آدم در تماس باشه ولی به علتهای مختلفی نتونسته بیماری رو منتقل کنه. برای همین توی شبکه تماس این آدم درجه 3 بوده و اون توی شبکه انتقال درجه 3، درجه 2. ببخشید من یکم خستم توپق میزنم. و خلاصه یه توزیع درجه داریم، از روی توزیع درجه ما میتونیم یه سری چیز حساب کنیم مثل متوسط درجه، میتونیم یه چیز دیگه هم حساب کنیم که بهش میگن اکسس دیگری و معنیش اینه که متوسط درجه یه آدم به شرط اینکه اون آدم قبل از اینکه خودشو به صورت تصادفی انتخاب کرده باشیم، یکی از یالهاشو انتخاب کرده باشیم، اومده باشیم به اون و بعد ببینیم که چند تا یال دیگه خروجی ازش هست. حالا این مهم نیست. اینو گفتم از این جهت که بدونید که اگر ما شبکه تماس رو داشته باشیم، میتونیم این عدد سرایت پای رو حساب کنیم. و عدد سرایت پای خیلی برامون مهمه چون آستانه همه‌گیری رو به اون میگه. توی اسلایدهای قبلی گفتیم که مثلا اگر این بیشتر از یک باشه، همه‌گیری رخ میده، اگه نباشه همه‌گیری از بین میره. حالا یکی از کارهای خیلی جالبی که توی این راستا انجام شده، اینکه چجوری از شبکه تماس بیایم به شبکه انتقال، اینه که تحت یه شرایطی که مدل پخش بیماریمون SIR باشه و شبکه‌مون اصطلاحاً یه مدل کانفیگوریشن باشه، میتونیم این سیستم دینامیکی رو تبدیل کنیم به یه مسئله ایستای تراوش پیوندی. خب اینجا چند تا کلمه جدید معرفی شد. مدل کانفیگوریشن یه مدلی که شبکه تصادفی میسازه، شبکه کاملا تصادفیه، با این قید که ما بهش میگیم که انتظار داریم هر نود درجهش چی باشه. یعنی من به تو میگم که ببین یه مدل، من فقط تنها چیزی که میدونم میدونم هر آدمی به چند تا آدم دیگه وصله، خارج از این قید هر همه اتصالا رندومه. یعنی شما میاد یه آدمی رو میذارید اون وسط، کانکشناشو میکشید، یه آدم دیگه میذارید کانکشناشو میکشید، بعد میاد دونه دونه این کانکشنا رو رندوم انتخاب میکنید و هم میچسبونید. این میشه کانفیگوریشن مدل. ویژگی کانفیگوریشن مدل اینه که اگه شما یه گراف خیلی بزرگ داشته باشید، یعنی اصطلاحاً در حد ترمودینامیکی بهش نگاه کنید، وقتی که تعداد روز به بی‌نهایت میل کنه، اون موقع این شبکه‌های کانفیگوریشنی لوپس یا توشون پیش نمیاد. یعنی اینکه اکثر آدم‌ها به هم وصلند و لوپس یا توشون پیش نیومده، به خاطر اینکه ما یه قیدی هم توی مدل سازی جامعه ها داریم، اینه که شبکه‌ها اصطلاحاً تنوکن، اسپارسن. یعنی که مثلا تعداد لینک تو کل شبکه اندازه تعداد کل نودهاست.
چون نمیخوایم واقعا همه آدما با همه آدما لینک داشته باشن، اونقدر لینک توی شبکه نیست، زیادن لینک ها ولی مثلا از مرتبه n سایز شبکه، نه مثلا n2. توی شبکه کامل، یه شبکه که هر کسی به هر کسی دیگه وصله، انتخاب دو از n تا لینک داره که اون یعنی n در n منهای 1. اوکی، کانفیگریشن مدل این ویژگی رو داره که ساختاری داره که اصطلاحا درختیه، یعنی وقتی شما لوکالی یه نود رو نگاه میکنید لوپ تشکیل نمیده، آدما این شکلی هستند معمولا لوکالی. حالا این سه تا پیپری که من اینجا گذاشتم اینا راجع به این بحث میکنن که اگر شما یه مدل SIR رو روی یه کانفیگریشن مدل ران کنید، میتونید مسئلتون رو تبدیل کنید به یه مسئله تراوش پیوندی، و اون موقع مسئله تراوش پیوندی به شما اطلاعات سایز نهایی اپیدمی رو میگه. حالا تراوش پیوندی چیه؟ تراوش پیوندی اینه که فرض کنید شما یه گرافی دارید و با یه احتمال فی یه سری لینک ها رو نگه میدارید، یه سری لینک ها رو اصلا اکتیو نگه میدارید و به احتمال یک منهای فی اونا رو حذف میکنید. با این کار شما گرافتون رو تبدیل کردید از یه حالت همبند به یه حالت ناهمبند با مؤلف های مختلف. مثلا نگاه کنید یه مؤلف هست که این نود، این نود، این نود توش داره، این نود حذف شده، این نود حذف شده و این دوتا وصله. برای همین با تراوش بسته به اینکه این فی چقدر کم و زیاد میشه، تعداد مؤلفاتون کم و زیاد میشه، و اگر شما به سایز به اندازه بزرگتری مؤلفه همبندیتون نگاه کنید، یه دونه گذر فاز دوباره توش میبینید. یعنی اگر شما به این مسئله نگاه کنید، حالا این یک گراف کوچیکه ولی فرض کنید گرافتون بی‌نهایت بزرگه، اون موقع میبینید که بسته به اینکه فی چقدر باشه، اگه فی خیلی زیاد باشه یعنی همه به هم وصلن، برای همین بزرگتری مؤلفه همبندیتون اندازه کل شبکه است، همه نودا رو شامل میشه. اما هر چقدر این فیه رو کم میکنید نودای کمتری رو شامل میشه، تا اینکه یه جای دیگه اصلا نسبت به سایز بی نهایت شبکه تعداد آدمایی که توی این مؤلفه همبندی بزرگ هستن صفر میشه. برای همین دوباره گذار فاز میبینیم که روی یه عدد مشخصی این گذار فازش رو انجام میده. اگه سیستمتون بی نهایت بزرگ نباشه، مثلا سیستم هایی که اندازه محدودی دارن، این خمه به جای اینکه گذار فاز ترتمیزی بتونشون بده، یه کمی کراس اوور تور میکنه، ولی خب اینا از سر سایزه که میشه کنترلش. کسایی که فیزیک خوندن اینو خوب میشناسن، مسئله تراوش همیشه این بوده، شما یه مدار الکتریکی دارید، یه سری جاهاش رو شروع میکنید با قیچی چیدن، میخواید ببینید که کی جریان الکتریکی از شرق به غرب دیگه نمیاد، به میگن تراوش. یا وقتی دارید قهوه درست میکنید، پودر قهوه رو دارید از بالا آب جوش یا بخار میریزید، اگر قهوه رو خیلی کمپرس کرده باشید قهوه رد نمیشه، یعنی آب نمیاد قهوه درست کنه اون پایین بهتون بده، چون اصطلاحاً سیستم تراویده نشد. این هم همونه. خب حالا مثلا این که بسته به اینکه شبکه شما چه توپولوژی داره، و منظور از توپولوژی اینه که کی به کی چه جوری وصله، اینکه این گذار فاز کجا انجام میشه متفاوته. مثلا این خم پررنگ این وسط یه شبکه اصطلاحاً اردوشرینیه، شبکه اردوشرینی تصادفی ترین شبکه ممکنه. اینجا من دارم بهتون سه تا شبکه مختلف با سه ساختار مختلف رو نشون میدم که همتون متوسط درجه هاشون یکسانه، یعنی همه آدما توی این سه تا شبکه به طور متوسط با آدمای یکسانی در ارتباطن، اما به خاطر تنوعی که روی ساختار هست میبینید که گذار فازا جای دیگه انجام میشه. شبکه پررنگ، همه پررنگ، شبکه اردوشرینی اینجوریه که تنها قید اینه که من یه شبکه تصادفی دارم و میدونم هر آدمی مثلا با 4 آدم دیگه در ارتباط. اون موقع روی نقطه 1 تقسیم بر 4 این فی کریتیکال رو پیدا میکنه، یعنی اینجا اون نقطه‌ایه که گذار فاز انجام میشه. اما اگر به جای اینکه این شبکه اردوشرینی رو نگاه کنید، بریم سراغ شبکه‌هایی که یه کمی واقع گرایانه تره. چرا؟ چون شبکه اردوشرینی فقط یک قید داره و اونه که متوسط درجه رو میدونه و میتونید محاسباتش رو انجام بدید. من این رو راجبش زیاد کامل نوشتم توی تست. شبکه های اردوشرینی توزیع درجهشون پواسونی، توزیع درجه پواسونی منجر به این میشه که واریانس این شبکه یا استاندارد دیویشن این شبکه هم اندازه همون متوسط باشه. برای همین چندان افت و خیز زیاد حول اون متوسط درجه ندارید، یعنی شما اگر شبکتون رو نگاه کنید هر آدمی به طور متوسط با 4 تا در ارتباطه، حتی اکثر یکم کم تر یکم بیشتر. اما حالا فرض کنید ما میخواییم هر آدمی به طور متوسط با 4 تا در ارتباط باشه ولی اختلاف خیلی زیاد باشه، یعنی یه آدم هایی هم باشن که 100 تا لینک داشته باشن، یه مش آدم هم باشن که یه لینک داشته باشن، هیچی لینک نداشته،
اون موقع شبکه اصطلاحا دوم توزیع به جای که به صورت نمایی مثل پواسون افت کنه به صورت توانی افت میکنه و میشه شبکه ای که اصطلاحا ما بهش میگیم بیمقیاس، این خم اولیه. اون موقع میبینید به خاطر اینکه این افت و خیز پیرامون متوسط درجه زیاده، این نقطه بحرانی رفته سمت چپتر و این خیلی معنی مهمی داره که بعداً راجبش حرف میزنم که این چه اتفاقاتی رو رقم میزنه وقتی که یه بیماری داره روی این جامعه پیش میره. برای همین توی مقایسه این دوتا شبکه، با اینکه جفت آدم‌ها توی این شبکه ها یه جور یه تعداد ثابت متوسط درجه دارن، ولی به خاطر سایر ویژگی های شبکه گذار فازا مختلفه و همینطور شیوه بلند شدن این خمه مختلف. حواستون باشه که من دارم فیو از 0 تا 5 نشون، 0 رو نیم نشون میدم، یعنی بعدش خواهدت اینا همون رد میکن. یه شبکه دیگه هم اینجا هست که من نشون دادم، این یه شبکه واتس سروگتس اصطلاحاً، این یه شبکه که باز آدم ها متوسط درجهشون 4ه ولی یه جوری ساخته شده که توش گروه ها رو ببینید. اون دوتا شبکه قبلی همونطور گفتم درختوره، یعنی لوکالی تری لایکن، یعنی زیاد لوب توشون نمیبینید، ولی این شبکه که من اینجا دارم نشون میدم گروه های زیاد توش ایجاد شده و این گروه ها ساختار گروهی اصطلاحا ساختار کلاسترد این شبکه سبب شده که مثل برخلاف اردوشرینی این نقطه بحرانی بیاد جلوتر. خلاصه این که درس مهم از نظریه تراوش روی شبکه ها اینه که با دونستن ویژگی های هندسی یا توپولوژیک شبکه میشه چیزای مهمی راجع به اینکه این مؤلفه همبندی که گزاره فاز میکنه یا نه دونست. خب اونایی که با پدیده‌های بحرانی اینا آشناان میدونن که هر موقع ما یه مؤلفه‌ای داریم که به عنوان پارامتر نظم بهش نگاه میکنیم، مثل سایز بزرگترین مؤلفه همبندی و بعد دیدیم که گزاره فاز میکنه، یه مؤلف یه متغیر دیگه هم کنارش هست که اون متغیر توی اون فی بحرانی واگرا میشه، یعنی همیشه یه سری کمیت ما داریم که اینا توی نقطه های بحرانی دایورج میکنن. توی سیستم های مغناطیسی مردم اینا به اسم ساسپتیبیلیتی میشناسن. مثلا اینجا ساسپتیبیلیتی توی تراوش شبکه ها تغییرات سایز مؤلفه های کوچیکه. قبل از نقطه بحرانی میبینیم که یه عالم مؤلفه کوچیک 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 هست، هر چقدر زیاد میشیم نزدیک میشیم به این فی سی نقطه بحرانی این عددا زیاد میشن سایزشون و بعد یه ها شروع میکنن کم شدن، چون اینجا به بعد دیگه مؤلفه بزرگ شکل گرفته و تمام مؤلفه کوچیکا رو داره میخوره، برای همین متوسط سایزشون کوچیک میشه. حواستون باشه این عددی که من دارم اینجا نشون میدم برخلاف شکل قبلی بین 0 تا 1 نیست، نرمالش نکردم به سایز شبکه، این تعداد رؤوس اونجا. این مهمترین درس علم شبکه‌مونه بعد از اولین درسمون توی ریاضی اپیدمی ها. و حالا ما می‌خوایم این دوتا دانش رو با هم یکی کنیم و ببینیم که چیکار میشه کرد. قبل از اون کسی سوالی داره؟ حکیم یه چیزی بگو من بدونم هنوز وصلی، چون من هیچ کس صدا میاد. آره صدات میاد. همه چیز خوب بوده تا اینجا، چیزی من باید بهتر توضیح بدم یا نه؟ به نظر من خوب بوده. حالا شما تصویر من هم میبینید یا فقط اسکرین رو میبینید؟ آره تصویرت هست. خوبه، خیلی خوب. حالا ما میخواییم بدونیم که یه پدیده پخش بیماری رو توی جامعه چجوری میشه مدل کرد با تجربه این درس هایی که گرفتیم. درس همون یکیش این بود که آقا مدل SIR یه مدل ساده است که به شما نشون ده گذار فاز داره. بعد دیدیم که خود شبکه ها هم ساختارشون گذار فاز نشون میدن. بعد دیدیم که یه حقه وجود داره که تحت یه شرایطی یه دینامیک رو میشه تبدیل کرد به یه مسئله ایستار روی شبکه. و حالا میخواییم ببینیم که این دانش به ما چجوری کمک میکنه تا اثر بخشی یه مداخله رو بفهم. این از اینجا دکترای من شروع میشه. کاری که من توی دکترام کردم این بود که ببینم وقتی یه بیماری توی جامعه هست و ما سعی میکنیم که کنترلش کنیم، این کنترل کردن ما چجوری دخل و خرجش جور در میاد. مداخله هم هزار جور صورت داره. یه مداخله اینه که ما آدم رو واکسن بزنیم. مثلا ما هر سال تو فلان مثل اکثر کشورهای دیگه اول پاییز مردم رو میایم واکسن آنفولانزا بزنیم و خب واکسن آنفولانزا هم هر سال باید عوض بشه. برای همین
قبل از اینکه همه گیری آنفولانزا شروع بشه یه مقدار زیادی واکسن تزریق میشه و انتظار اینه که این واکسن هایی که زده شده یک تغییر روی بیماری که قرار رخ بده داشته باشن، اون اندازش کم بشه. یه مداخله دیگه اینه که از آدما بخوایم از هم دور بایستن، چیزی که شما گفتن سوشال دیستنسینگ، از آدما بخوایم ماسک بزنن یا هر چیز دیگه. و یه ابزار دیگه ای که هست بهش میگن رهگیری تماس یا کانتکت تریسینگ. کانتکت تریسینگ یعنی که شما مریض میشید میرید دکتر، دکتر ازتون تست میگیره، حالا خانم پرستار آقای پرستار به شما میگن تو کووید داری، بعد میگن خب کجا میری، بستری شو و یه لیست هم به ما بده کیو دیدی، خونه کی بودی، چون ما میخوایم به اونا زنگ بزنیم که فلانی تو در ارتباط بودی با این آدم ها احتمالا مریضی، برو خودتو قرنطینه کن. به میگن کانتکت تریسینگ. توی اروپا و آمریکا توی کووید یه اتفاق جدیدی افتاد، یه سری اپ درست کردن که شما گفتن دیجیتال کانتکت تریسینگ یا اکسپوژر نوتیفیکیشن سیستمز، و این اینجوری بود که موبایل آدما این اپو شما نصب می‌کردید و هر جایی که می‌رفتید آدمای دیگه هم که این اپو نصب می‌کردن گوشی‌ها از طریق سیگنال بلوتوث با هم کامیونیکیت می‌کردن و به طور اتوماتیک این دیتایی که کی با کی در تماس بوده رو ذخیره می‌کرد. مثلا آدم فلان در روز بهمان با فلانی در ارتباط بوده، یعنی توی مترو با هم بودن. این خیلی خوب بود چون شما نمیدونید که با کیا تو مترو و اتوبوس و جای شلوغ بودید. موبایل ها اینا رو ضبط میکرد و اگر روز روزگار یکی از این آدم ها تستش مثبت میشد این سیستم سینکرونایز بود، اتوماتیک به آدمایی که در ارتباط بودن توی بازه زمانی نوتیف میداد که ببین شما در معرض آلودگی بودی، برو تست بده خودتو قرنطینه. و سوال اینه که خب حالا این یه چیز جدید بود، ما توی فنلاند داده ای هم نداشتیم که اینو ببینیم چقدر موثره، و کار من این بود که بیام یه مدل ریاضی بنویسم و ببینیم که چقدر این موثره. از طرف دیگه دولت خواست هزینه کنه برای توسعه همچین اپی، چقدر دولت باید مشتاق باشه و دولت میخواست بدونه. و این کارهایی که مثلا آدم ها وقتی دیتا ندارن مجبورن انجام بدن، یعنی بیان مدل های ریاضی درست کنن با ساده ترین فرض ها جوری که قابل تفسیر باشه، قابل فهم باشه، تا یه تصویر بزرگی داشته باشیم. خب حالا یه سوالی پیش میاد وقتی ما مداخله انجام میدیم و اون یه مسئله خیلی جدیه که بهش میگن ایمنی عمومی. ایمنی عمومی یا هرد ایمیونیتی توی فارسی بهش هم میگفتن ایمنی گله‌ای، همونطور که ترجمه درستیه، ولی خب ما چون توی ایران زود به هم پر میخوره و آدمای مؤدب تری هستیم به جای گله گفتیم عمومی. خب ایمنی عمومی ایده اینه که وقتی ما یه مداخله یا انجام میدیم لزوما این مداخله روی همه آدما انجام نمیدیم، روی یه کسری از جامعه انجام میدیم، ولی اگر اونو درست انجام بدیم ما همه جامعه رو ایمن کردیم. یعنی راجع به واکسن ما میدونیم که نمیتونیم همه رو واکسن بزنیم، یکی از اصلا بچه از سنش کمه نمیتونه واکسن رو بگیره، یکی بیماری زمینه ای داره، یکی حال نمیکنه، ولی ایده اینه که اگر ما یه تعداد مشخص آدم رو واکسن بزنیم این ایمنی برای همه ایجاد میشه. حکیم همه چیز خوبه؟ بله بله. نه گفتن که ایمنی جمعی هم ترجمه نیست، ایمنی جمعی، آره یه ایمنی لارج اسکیل. خب ایده اینه که اگر من واکسن بزنم پدر بزرگم نزنه، اون موقع شانس این که پدر بزرگم بیماری از بقیه هم بگیره کمتره، چون پدر بزرگم فقط خونه است و با من فقط در ارتباطه، برای همین اگر من ایمن باشم اونم ایمن میشه. اما خب سوال مهم به عنوان کسی که ریاضی بلده اینه که خب چند درصد جامعه رو من باید واکسن بزنم تا ایمن بشه؟ یه درس دیگه که مدل SIR به ما میده از قدیم با همون فرض فولی میکس پاپولیشن و اینو مردم از زمانهای خیلی خیلی قبل میدونن اینه که اگر اون عدد سرایت پایه رو من بدونم، اون موقع یک منهای یک به روی R صفر به من اون عدد رو میده. مثلا فرض کنید R صفر عدد سرایت پایه 3، یعنی هر کسی میتونه به طور متوسط 3 آدم رو مریض کنه، اون موقع یک منهای یک سوم یه چیزی میشه حدود 70%. و این 70% که شما ممکن بود توی رسانه ها زیاد بشنوید از این مدل سازی ساده می اومد که اگر شما 70% جامعه رو واکسن بزنید اون موقع میرسیم به ایمنی جمعی. یکم هم بهش فکر کنید خیلی راحت میتونید به این جواب، به این فرمول از کجا میاد. یعنی ببینید هر آدمی میتونه به طور متوسط آر صفر نفر دیگه رو مریض کنه، این یعنی اینکه اون جامعه ای که نمیتونه پارتیسیپیت کنه توی این در واقع، یعنی یک فرمولش من گذاشتم اینجا. ببینید فرض کنید که شما
پای وی فرکشن واکسینه شماست، یعنی شما از جامعه میرید این کسریشون رو واکسینه میکنید. برای همین به طور مؤثر یک منهای پای وی دارن توی انتقال بیماری اثر بخشی میکنه، یعنی بیماری رو این جامعه با این اینفلوئنس دارن جا بجن. برای همین یک منهای پای زب در آر صف این در واقع عدد مؤثر شماست، یعنی افکتیو برانچینگ فاکتور شماست. چون دارید به عنوان پدیده یه استوکاستیک پروسس، یه فرآیند تصادفیه که به صورت نمایی رشد میکرد به آر صف، ولی حالا چون ما پای وی و واکسن زدیم یک منهای پای وی فقط داره این کار انجام میده، برای همین اون به جای عدد سرایت پایه یه عدد سرایت مؤثر داریم که از آر افکتیو. اون موقع اگر به جای آر صف کوچکتر از یک آر افکتیو زیر یک باشه، اون موقع برسیم به آستانه ایمنی جمع که اگه اینو مساوی یک بذارید همین ترمو رو جابجا کنید میرسید به همین فرم. برای همین ریزنینگ پشت این خیلی ساده است، ولی خب همونطور که گفتم این خیلی فرض ساده لوحانه‌ایه، شاید برای 100 سال پیش خوب بود ولی الان یه خوب نیست. ما میدونیم که فولی میکس پاپولیشن خیلی فرض تباهیه برای مدل‌های امروزی، و از همه مهمتر این یه فرض دیگه هم روش داره که وقتی ما داریم واکسن می‌زنیم آدم‌ها رو، این واکسن‌ها به صورت تصادفی توی جامعه پخش شده، یعنی هیچ اهمیت یا هیچ بایاسی روی اینکه چه جوری واکسن توزیع میشه وجود نداره. برای همین یکی از چیزایی که ما خواستیم دولت فنلاند و بقیه دولت‌ها رو راجع به این عدد 70% کمی روشن کنیم، اومدیم گفتیم که ببینید این عدد خیلی عدد گمراه کننده ایه، چون از یه مدلی میاد که خیلی ساده است و این مدل به راحتی میتونه پیچیدگی های جوامع انسانی رو نادیده بگیره. برای همین اولین کاری که ما کردیم این بود که یه مدلی معرفی کردیم، جامعه انسانی رو تو ساده ترین حالت ممکن، اون شبکه تماس اگر شما نگاه کنید کاملا رندوم رندوم نیست. اولا که فولی میکس نیست، دوباره رندوم رندوم نیست، یعنی شبیه یه جامعه مثل یه اردوشرینی نتورک هم نیست که هر کسی با هر کسی در ارتباط باشه. و از اون مهمتر اگر شما نگاه کنید که توی جامعه چه کسایی واکسن رو دریافت میکنن و چه کسایی نمیکنن، با یه پدیده مواجه میشید که بهش میگن هوموفیلی. هوموفیلی همون داستان کبوتر با کبوتر، باز با باز، یعنی شما میبینید آدمایی که واکسن رو میگیرن اینو بیشتر با هم در ارتباطن، اخلاقیاتشون خلقیاتشون خیلی به هم نزدیکتر. اون آدمایی هم که با واکسن مخالفن و حال نمیکنن یا به هر دلیلی واکسن رو استفاده نمیکنن هم انگار با هم بیشتر در ارتباطه. و این هوموفیلی روی توزیع واکسن میتونه اثر بخشی اون فرم قبلی رو از بین ببره یا حداقل دستکاری کنه. جورای مختلفی میشه هوموفیلی توی شبکه‌های اجتماعی رو مدل کرد. یه راه سادش اینه که با توجه به حجم آدم‌هایی که اینجا هستن و احتمال اتصالات بین خودشون و بین گروه‌ها، یه چیزی تعریف میشه به اسم کولمن هوموفیلی ایندکس که بین منهای 1 و 1. وقتی که 1 یعنی جامعه کاملا دو قطبی شده، یه گروه کامل داریم که فقط واکسینن، یه گروهی هم داریم که غیر واکسینن، و هر چقدر به سمت 0 بره این رندوم و رندوم تر میشه، و هر چقدر هم به سمت منفی بره اصطلاحا جامعه هتروفیلی تر میشه، یعنی آدما ترجیح میدن با آدمای غیر مشابهشون وصل بشن. اینو توی سوشال نتورک خیلی ها میشناسن. این نگاه کنید اصلش به 1958 گفتیم این فرض ساده رو بذارید تو مدلتون، و ما دو تا چارت هاشو براشون انجام دادیم، این مقاله پیاری در اومد و نشون دادیم که اگر شما این فرض رو انجام بدید، هوموفیلی رو در نظر بگیرید، هیچ پیچیدگی دیگه هم اصلا نمیخواد وارد کن، فقط هوموفیلی باشه، و اصلا فرض کنید که واکسناتون بهترین واکسنان، یعنی واکسناتون هم فرد واکسینه شده رو ایمن میکنه، همین که در انتقال بیماری دیگه کامل اثر میذاره. موقع میبینید که اون فرم قبلیه 1:1 آر صفر با یه عدد جدیدی اسکیل میشه، و این 1:1 منهای هوموفیلی خیلی عدد مهمیه. بذارید من چند تا کرو بهتون نشون بدم. هر کدوم از این خما به شما نشون میده که اگه یه بیماری عدد سرایت پایش فلان باشه، اون موقع با توجه به اینکه هوموفیلی چقدره، چجوری این آستانه هرد ایمیونیتی عوض میشه. یعنی این خط آبی که من اینجا علامت زدم رو در نظر بگیرید، این اچ مساوی 0 اونجایی که هوموفیلی نیست، یعنی مدل قبلی جواب میده، یعنی اچ رو که 0 بذارید فرمول قبلی ریکاور میشه. خب
حالا میبینید که هرچقدر هموفیلی زیاد میشه از صفر میره به سمت یک، آستانه ایمنی جمعی هم میره بالا. یعنی اگر اینجا قرار بوده که شما 50% جامعه ای که عدد سرایت پایش دو بوده بیماری تو اون جامعه 50% واکسن میزدید خوب بود، هرچقدر هموفیلی زیاد میشه این آستانه میره بالا. و اگر هموفیلیتون این میزان باشه، یعنی هموفیلیتون 0.5 باشه، اون موقع میبینید که این میخوره به سقف آسمون، معنیش اینه که شما باید همه جامعه رو واکسن بزنید. به عبارت دیگه وجود هموفیلی توی توزیع واکسن ها به شما یک کران میده که اگر این هموفیلی توزیع واکسن از این عدد یک به روی R0 بیشتر باشه، ایمنی جمعی ممکن نیست. و این اولین درس ساده است راجع به درک هموفیلی و تأثیرش به عنوان یک اثر شبکه روی ایمنی جمعی. بعد از این کار ما اومدیم یه پروژه دیگه، یه بحث دیگه ای شد و این بحث خیلی هم یه جورایی قدیمی تر بود و بحث اینه که هرد ایمیونیتی میتونه از طریق واکسن انجام بشه، یعنی ایمنی ایندیوس شده به واسطه عامل انسانی. یعنی ما داریم تغییر، یه حالت دیگه هم اینه که ما واکسن نداریم ولی آدم ها مریض میشن خوب میشن و کسایی که بیماری رو میگیرن مقاوم میشن نسبت به اون بیماری. به این میگن natural immunity یا natural infection، یعنی immunity به واسطه ویروس بوده نه مداخله ما. و اگه یادتون باشه اون اولی که واکسن ها نبودن، کشورهای مختلف استراتژی مختلفی داشتن. مثلا سوئد و انگلیس میگفتن که اگر ما بذاریم زیاد اینترونشن نکنیم، یعنی اگر زیاد دست نزنیم به جامعه، بذاریم زودتر مردم مریض بشن، اتفاقی که میفته اینه که چون در شبکه‌های اجتماعی سری آدم هستن به اسم سوپر اسپریدر، اینا آدمایی هستن که خیلی ارتباطات زیادی دارن، به همین واسطه اینا خیلی زودتر بیماری رو میگیرن و به همین واسطه چون خوب میشن بعدش بیماری با یه سرعت کمتری تو جامعه میره. یعنی ایده این بود که به خاطر اثر هاب ها، به خاطر اثر سوپر اسپریدر ها، چون اینا به واسطه ایمنی طبیعی زودتر ایمن میشن به خاطر اینکه ارتباطاتشون بیشتره، شانس گرفتن مریضشون بیشتر از یه آدم نوعی، اون موقع اینجوری اصطلاحا ایمیونیتی بوست میشه توی سیستم. برای همین مثلا توی سوئد اینا زیاد مداخله نکردن که اینجوری جامعه به ایمنی برسه. ولی خب ما میدونستیم که کار جالبی نیست، یعنی بقیه کشورهای نوردیک توی همین شورای که ما حرف میزدیم خیلی دست به عصا بودیم که نه این خطرناکه و اینها. و خب از ما میخواستن که خب اگر خطرناکه به ما بگید که چرا. بعد این پیپر تام بریتون اومد. تام بریتون این ریاضیدون آماردون توی استوکهلم یونیورسیتی، دانشکده ریاضی، و اینا یه پیپری نوشتن و نشون دادن که همین ادعا که چون سوپر اسپریدر ها بوست میکنن ایمیونیتی رو، پس ایمنی جمعی به واسطه نچرال ایمیونیتی گین میکنه، یعنی فایده میبره از اینها، برای همین سیاست خوبیه. و این پیپر هم خیلی زود اومد، یعنی 2020 در اومد و رفتم ساینس چاپ شد. خب حرفی که اینا میزدن حرف اشتباهی نبود، چون اینا یک فرض جدی رو گذاشته بودن و همینطور که میبینید یه مش عدد سمت چپ هست، یه مش عدد سمت راست، و توی همه این پیپرها که حالا بعد از پیپر تام اینا هم اومدن، اینا نشون میدن که آره ایمنی جمعی سود میبره از این اصطلاحا ناهمگنی درجه ها. یعنی اینکه وقتی آدم و اختلاف درجه زیاد دارن این سود میبره ایمنی جمعی ازش. راستش ما با این خیلی ناراحت بودیم و با اینکه فرضایی که تام بریتون گذاشته بود به نتیجه درست رسیده بود، ما با فرضا مشکل داشتیم. یعنی ایده ما این بود که این فرضها جامعه رو درست مدل نمی‌کنه. به این تصویری که بهتون نشون میدم نگاه کنید. سمت چپ یه شبکه‌ای که یه سری آدما آبیان، یه سری سفید یا خاکستری، هر چی. آبیا اونایی که توی بزرگترین مؤلفه همبندی هم. یعنی اونایی که واقعا میتونن به هم اثر بذارن. مثلا این آدم کاملا منفک از جامعه، کسی روش نمیتونه اثر بذاره، رفته برای خودش یه گوشه کنار زندگی میکنه، هیچ کم نمیبینه. حالا توی این جامعه ای که امکان انتقال بیماری هست، وقتی بیماری به صورت طبیعی آدم ها رو ایمن میکنه، اینجوریه که این آدم اگر این
مریض شد همسایه هاشو مریض میکنه و مریضی به صورت یه موج، اون چیزی که تو فیزیک بهش میگیم لوکال افکت، یعنی از یه تیکه به یه تیکه دیگه شروع میکنه گسترش پیدا کردن و پشت سر اون یه موج ایمنی ایجاد میشه. برای همین به واسطه دیزیز اندیوس ایمیونیتی یا ایمنی وابسته به عفونت طبیعی یک ساختار مشخصی هست، یک اصطلاحاً اسپیشالیتی هست، اسپیشال به معنی مکان نه مخصوص، که میبینیم ایمنی جمعی اینجا لوکال تره، امبد تره، محدود تره تو فضا. در صورتی که اگر ما رندوم واکسینه میکردیم به جای اینکه ایمنی اینجوری خوشه ای طور پیش بره، ایمنی توی نقاط مختلف شبکه توزیع میشه. به همین خاطر اگر بخوایم حرف تام بریتونیا رو نگاه کنیم، درسته ناهمگنی درجه میتونه ایمنی جمعی رو هول بده بره جلو، اما اگر شما فرض کرده باشید که توی شبکتون فقط یه دونه مؤلفه جدی وجود داره به اسم ناهمگنی درجه، اگر غیر از ناهمگنی درجه ساختار شبکه تماستون اسپیشال باشه، یعنی فضا توی فضا امبد شده باشه، سوشال گروپ های جدی داشته باشه، اون موقع مسئله عوض میشه. خلاصه حرف ما این بود که چون ایمنی جمعی به واسطه عفونت طبیعی تیکه تیکه توی شبکه توسعه پیدا میکنه، برخلاف این رندوم ایمیونیزیشن که ما واکسن ها رو جاهای مختلف میزنیم، اون که شبکه به صورت لوکال چه شکلیه به شدت میتونه اون نتیجه‌ای که شما گرفتید عوض کنه. و خلاصه ما یه پیپری نوشتیم و نشون دادیم که آستانه ایمنی جمعی رو درسته که ناهمگنی در درجه زیاد میکنه، همون چیزی که تام بریتون گفت و سوئد پیروی کرد. تو پرانتز بگم که سوئد خیلی زود فهمید که استراتژیش اشتباه بوده و برگشت به استراتژی بقیه کشورهای نوردیک. و حرف ما این بود که اسپیشالیتی یا امبدینگ شبکه ها سبب میشه که این اثر عکس داشته باشه و یک مسابقه بین حجم و میزان ناهمگنی درجه ها و اتصالات و چگونگی آرایش انسان ها در فضاهای محدود که اثر ایمنی جمعی رو بهبود میبخشه. من زیاد جایی نمیخوام حرف بزنم. اگر پیپر ما رو نگاه کنید، ما میایم یه مش شبکه درست میکنیم، شبکه ها میزان مختلفی از ناهمگنی درجه دارن و میزان مختلفی از محدودیت در فضا، و بعد نشون میدیم که چجوری، یعنی میایم ایمنی جمعی رو توی این اندازه گیری میکنیم و نشون میدیم که وقتی از چپ و راست و بالا و پایین اینها میریم چجوری عوض میشه. به نظر شخص من این قشنگ ترین کاری که من توی دکترام کردم، یه مقاله به شدت ریاضی، به شدت فیزیکی، با نتایج خیلی نزدیک به جامعه، و خیلی خوشحالم راستش از این کار. من نمیخوام بیشتر از این راجع به این حرف بزنم، به نظرم بگذاریم یه کمی از زمان عقبیم. میتونید ولی اینو پیپرامو، همه پیپرهای ما آزاد چاپ شدن، میتونید بخونید. من میخوام برم سر یه دونه مداخله دیگه، اگر سوالی چیزی هست بپرسید، منم یکم چای بخورم. حکیم خبری نیست؟ نظره. خب خدا را شد. ما یه 10 دقیقه وقت داریم، آره؟ چهار دیگه، آره. خب. من یکم راجع به کانتکت تریسینگ هم حرف میزنم، بعد کم استراحت کنیم. ببینید ایده کانتکت تریسینگ همونطور که گفتم اینه، فرض کنید یه آدمی بیمار شده، این آدم میره تست میده، تستش مثبت میاد و بعد سعی میکنن آدمایی که باش در ارتباط بودن توی خونه، محل کار یا جای دیگه رو پیدا کنن و از اونا بخوان که خودشون رو قرنطینه کنن. و این ایده دیجیتال کانتکت تریسینگ هم همونطور که بهتون گفتم این بود که یه سری اپ درست شد، این اپ ها این اطلاعات آدم ها رو که کی با کی در تماس بوده رو ضبط میکردن و اگر این آدم مثلا آلوده میشد به بقیه آدم هایی که توی این شبکه بودن گزارش میدادن. یه سری آدم مشکی داریم، اینا از این اپ ها استفاده نمیکنن، یه مش آدم هم داریم که اینا اپ یوزرند، از این سیستم استفاده میکنن، برای همین آدم نارنجی ها شانس اینو دارن که اگه یکی از اتصالاتی که ثبت شده انتقال بیماری انجام بده خبردار بشه. و سوال این بود که خب چقدر این مؤثره روی اندازه اپیدمی؟ علتش هم خیلی ساده است دیگه. ببینید بیماری داره از یه جایی شروع کنه رفتن و وقتی ما یه آدمی رو قرنطینه کنیم، آلودگی هایی که بعد از این آدم پیش میاد رو بلاک میکنیم. خب
خب برای همین انتظار اینه که هر چقدر کانتکت تریسینگ بیشتر بشه قاعدتا اندازه اپیدمی هم کمتر بشه. ولی مثل همه سوالای مهم دیگه توی علم، سوالی نیست که میشه یا نمیشه، سوال اینه که چقدر. خب ما یه کاری انجام دادیم و نشون دادیم که این وابسته است مجدداً به شکل هندسی شبکه شما و و و و و یه فریم ورک، یک چارچوبی مشخص کردیم که به کمک اون شما هر نوع شبکه‌ای که در نظر بگیرید میتونید نشون بدید که بسته به اینکه چند درصد از جامعه شما داره از این اپ ها استفاده میکنه، هیچ درصد تا مثلا 80 درصد جامعه، سایز اپیدمی بر اساس آستانه اپیدمی چجوری عوض میشه. اگه این خمه آبی رو نگاه کنید، این بالا بالاییه، این اوریجینال کیسه. یعنی اگر شما هیچی اپ نداشتید، بیماری اگر قرار بود که روی شبکه اردوشینی که کاملا تصادفیه مثلا بیاد توی یه آستانه ای که بیسیک ریپروداکشن نامه اون عدد سرعت پای یک بود شروع کنه زیاد شدن، حالا وقتی شما شروع میکنید تعداد اپ رو زیاد کردن، میبینید که این همه هل داده میشه میاد جلو. یعنی نه تنها اون نقطه گذار فاز میاد جلوتر، بلکه اندازه اپیدمی هم میاد پایینتر. و این اثر خیلی خوبه اینهایی که حالا اینکه چقدر و چگونش رو بر اساس اینکه شبکتون رو چه انتخاب میکنید این فرق داره. مثلا اگر به جای یه شبکه تصادفی اردوشرینی یه شبکه اسکیل فری داشتید، اون موقع میدیدید که احتمالاً این نقاط گذار فاز خیلی به هم چسبیده ترن، ولی مثلا اثرات این طرف روی سایز اپیدمی بیشتر. و این با این فرضه که این اپ ها به صورت تصادفی توی جامعه پخش شد. باز ما توی این کار که من حالا نموداراشو نشونتون نمیدم، نشون دادیم که هوموفیلی دوباره، آدمایی که اپو استفاده میکنن احتمالا بیشتر با هم کانکتن، و نشون دادیم که اینا چه جوری این نمودارا رو تغییر میدن. خب این خیلی کار خوبی بود. و سوال بعدی این بود که همونطور که گفتم، وقتی داریم راجع به بیماری حرف میزنیم، شبکه تماس خیلی مهمه. و اکثر موقع‌ها به خاطر اینکه محاسبات ریاضیمون آسان تر بشه، ما شبکه هامونو لوکالی تری لایک در نظر میگیریم. یعنی وقتی به صورت یک کنج شبکه رو برمیداریم نگاه میکنیم، حدسمونه که احتمالا لوپ زیاد نمیبینیم. ولی راجع به پخش بیماری ها این خیلی فرض ناجوریه، چون مخصوصا وقتی شما دارید آدم ها ریستریکت میکنید، آدم ها رو هول میدید که برن خونه بشینن، موقع آدم ها که توی یه خونه هن، آدم ها که توی محیط سربستن، اینا همه دونه به دونه دارن با هم اکشن میکنن. یعنی اینکه اگر من توی اتاقی کووید داشته باشم، حالا هر آدمی که دیگه هم توی اتاق بوده مریضی رو میگیره. برای همین خیلی فرض خوبی نیست که شروع کنیم به این فکر کنیم که شبکه تماس لوکالیتری لایک، و اینو باید حذف کنیم از مدل هایی که انجام دادیم. مشکل اینه که وقتی این فرض رو برمیداریم، اون ریاضیاتی که استفاده میکردیم خیلی سخت میشه. مثلا اون موقعی که من داشتم راجع به فرمول آستانه ایمنی جمعی حرف میزدم، گفتم یه استوکاستیک پروسسیه که داره با یه سرعت نمایی رشد میکنه، هر آدمی آر سفت آدم دیگه رو آلوده میکنه، برای همین اگر نظر یک بیاریم این اکسپوننشال گروس رو در واقع تبدیلش میکنیم به دیکی، اونجا یه اصلی هست، اون پشت فرضی هست که این شبکه داره به صورت تری لایک رشد میکنه. اما وقتی ما لینک های بین آدم ها رو داریم، این مدل سازی همشون محکوم به شکستن، یا حداقل محکوم به بازنویسیم. و سوال ما این بود که خب اینو چه کار کنیم، اینو چه جوری مدل کنیم. اتفاقی که افتاده بود که من ماش ریاضیدون دیدم توی یه کنفرانسی توی لیون، و دیدم که اونا یه ابزاری معرفی کردن و یه اصطلاحا برانچینگ پروسسی رو معرفی کردن که میتونه این ساختارهای گروهدار رو مدل کنه. برای اینکه دستتون بیاد که دارم چی میگم، بیاید نگاه کنید به ساده ترین شکلی که ما میتونیم یه گروه رو مدل کنیم. یه گروه دو نفره، یه پیر وایز اینتراکشنه، دو تا آدمن با هم با یه لینک وصل. این به این اصطلاحاً هیچ چیز خاصی نمیتونیم بگیم، ساده ترین حالت. یه گروه سه نفره یه مثلثه، یه گروه چهار نفره هم یه مربعه که آدم با هم در ارتباطه. ما به اینجور ساختارا میگیم کلیک. کلیک یه گرافیه که هر کسی با هر کسی دیگه در ارتباط. برای همین کلیک ها ساده ترین عناصری ان که میشه یه سوشال گروپ رو توی شبکه باش مدل کرد. راههای خیلی زیاد دیگه هم وجود داره. میتونید با هایپر گراف ها و هایپر استراکچر ها مدل کنید. میتونید به جای کلیک بیاید از مثلا این سری ماژول استفاده کنید که فولی کانکتد نباشن و اینا. ولی مهم نیست.
هزار جور میشه کرد. ساده ترین راهی که بتونیم متماتیکلی مسئله رو ترک کنیم، دنبال کنیم، اینه که یه مش کلیک داریم با سایز مختلف و بیایم حالا یه شبکه‌ای درست کنیم پر از کلیک و بعد ببینیم که اگه این کلیک‌ها کوچیک و بزرگ بشن اثر بخشی مداخله ما چه جوری میشه. خلاصه اینکه من میخوام یه شبکه‌ای داشته باشم و فقط علاقه‌مندم که اثر این جور ساختارا رو ببینم. یعنی الان برام مهم نیست که ناهمگنی درجه، هوموفیلی، این اون چه جوری اثر میذاره. الان به عنوان یه فیزیکی میخوام همه چی رو فیکس کنم، یه دونه پارامتر رو بردارم، اینو تغییر بدم ببینم اثرش چیه. برای همین تنها مؤلفه‌ای که دارم توی این ساختار شبکه‌ایم عوض میکنم اندازه گروهه. یعنی هر آدمی که توی این شبکه‌های من نگاه میکنید به طور متوسط با یه تعداد ثابت آدم در تماسه. مثلا این آدم 6 تا دوست داره و تمام رابطه‌هاش هم توی تو کلیک خلاصه میشه، توی رابطه‌های دوتایی. این آدم دوباره 6 تا دوست داره به طور متوسط ولی 3 تا گروه دوستی داره. این آدم دوباره 6 تا دوست داره ولی دوستاش 3 تا 3 تا توی گروه‌های مختلف. برای همین ارتباطات آدم‌ها تفاوتی نمی‌کنه ولی نوع ارتباطات و گروه بندیشون متفاوته. به خاطر همین حالا میشه یه جور یه شبکه تصادفی ساخت که لوکالیتی ریلایک نیست، ولی اگر شما در اندازه و اشل این گروه هاتون که اینجا حالا گروه ها مثلثن تریکلیکسن بیایید کورس گرین کنید، انگار یه ساختاری دارید که دوباره تری لایکه، با این تفاوت که رؤوس اون ساختار گروه هست. اون موقع با این ساختار ریاضی میشه دوباره یه برانچینگ پروسسی نوشت، همون کاری که اون گروه جیمز گلیسون ریاضی دونه کرده بودن، یه کمی تغییرش میدیم و میتونیم کانتکت ریسینگمون رو روی همچین پرنده انجام بدیم. حالا فرض کنید دینامیک اینجوریه، آقا یه آدم مریضه با یه آدم سالم در ارتباطه، احتمالاً با احتمال پی میتونه بیماری رو منتقل کنه، ولی چون همزمان کانتکت ریسینگ میتونه رخ بده میتونم با احتمال کیو با احتمال آلفا اون آدمو بهش یه اینفورمیشنی بده، یه سیگنالی بده، یه خبری بده که برو خودتو قرنطینه کن، من مریض بودم. و ممکنم یه اتفاق با هم بیفته یا جدا بیفته، یعنی اینا از هم مستقله. یعنی شما وقتی بیماری میتونی یکی رو هشدار بدی که من بیمارم و بیمارش هم کنی، میتونی هم نفر هشدار رو بهش بدی. و احتمالا اون چیزی که ما دوست داریم از کانتکت ریسینگ اینه که وقتی بیماری منتقل شده باشه طرفم خبردار شده باشه، خودش رو قرنطینه کنه. اگه همین نشده باشه مثل کیس قبلی، یعنی کارانتین و ساسپتبل باشه، خب این فالس پوزتیوه ولی خب خوبه بازه. این دینامیک یه کانتکت ریسینگ است، یه دینامیک خیلی ساده است. شهود ما چی میگه؟ شهود ما میگه که وقتی یه رابطه دوتایی پیروایز اینتراکشن رو نگاه میکنیم پیچیدگی خاصی وجود نداره، ولی وقتی رابطه سه تایی رو نگاه میکنیم، فرض کن که این آدم این پایین از همه زودتر بیمار بوده، این آدم این همسایش رو مریض میکنه ولی نمیفرستدش تو قرنطینه، سیگنال بهش نمیفرسته، خبردارش نمیکنه، و برعکس اینو یا حالا اینو خبر میده، این خودش گوش میکنه پی حرف میره قرنطینه میشه ولی آلودش نمیکنه. خلاصه این آدم سبب قرنطینه این و آلوده شدن این میشه. حالا این یکی که دوباره با این در تماسه میخواد اینو مریض کنه ولی تیرش به هدف نمیخوره، چون این آدم همکنون در قرنطینه است، یعنی بیماری دیگه نمیتونه منتقل بشه. به همین خاطر ما میتونیم یه حدس اولیه بزنیم که ساختار گروهی این لوپ ها بهبود میبخشن اثر کانتکت ریسینگ، و ما اینو انجام دادیم. و مهمترین سوال اینه که اون آستانه اپیدمی رو چقدر این عوض میکنه، چون اگر شبکمون درختی باشه مثل قبل دوباره میتونیم یه برانچینگ پروسس بهش فکر کنیم، میگیم که آقا بیماری از این آدم با این آدم با احتمال پی میره، بعد احتمال آلفا هم قرنطینه میشه، پس یک منهای آلفا قرنطینه نشده، پس احتمال آدم بیماری با احتمال پی رد کرده، یک منهای آلفا متوقف نشده، و از اینجا به بعدم این تعداد آدم هست که میتونن بیمارش کنه. این دیباره همون چیزی که بهش میگن اوریج اکسس دیگه که قبلا با کیو بهش نشون دادن. برای همین عدد سرایت مؤثر میشه این. حالا اگر اینو من زیر یک نگه دارم اپیدمی میمیره، اگر بالا یک نگه دارم اپیدمی روش میکنه. به همین خاطر فضای فاز مسئله شما رو بسته به پی و آلفا و این دیه میشه نوشت با این فرض که شبکه درختی. اما خب گفتیم که شبکه درختی نیست و این معادله رو دیگه نمیتونیم داشته باشیم. حالا ما میتونیم چیکار کنیم؟ حالا قبل از اینکه ریاضی بنویسیم میتونیم شبیه سازی کنیم، میتونیم شبکه ها رو درست کنیم با یه شبکه که فقط آدم ها دو به دو با هم وصلن، آدم ها گروه های ستایی دارن و آدم های چهارتایی، و بعد میبینیم که
فرضاً کنیم که آلفا یه چیز ثابته، یعنی همه این اتفاقات قرنطینه و یه شانس 0.5 داره رخ میده، اون موقع میبینیم که اون نمودارهای گذار فازی که همیشه میدیدیم، این قرمزه حالته که گروه نیستن، نتورک لوکالی تری لایکی، بعد میبینیم بعد سبز بعد آبی، هر چقدر این سایز گروه های اجتماعی بزرگ میشن میبینیم که این خما دارن میرن سمت راست، معنیش اینه که آستانه اپیدمی رو هل میدن بره جلو و این اولین بیانیه که ما از اون حدسمون داشتیم که احتمالاً گروه ها اثر بخشی رو بهتر میکنه. چیزی که من بهتون نشون دادم برای این بود که آلفا 0.5 بود، میتونیم آلفا رو کمتر و کمتر و بیشتر و بیشتر هم کنیم و ببینیم این اثر آلفا چجوریه. این فقط به این خاطر که ببینیم اون برای یه آلفای خاص نیست. میبینید که وقتی آلفا زیروه، یعنی وقتی هیچ کانتکت ریسینگی نداریم و فرآیند SIR ساده است، اون موقع باز هم با اینکه این نمودار خیلی به هم چسبیدن ولی یک کمی تفاوت هست، یعنی به طور خالص ساختار گروهی یک روبوسنس، یک ایمنی کمی میده و این ایمنی کمه فاصله بین این خمها با آلفا زیاد میشه، نه چقدر آلفا بیشتر باشه نه گلو گشادتر میشه. و شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید حالا بر اساس پیو آلفا فضای فازتون رو بکشید و بگردید اون جاهایی که در واقع گذار فاز اتفاق میده رو انجام بدید. میتونید شهودی فکر کنید که اگه آلفا خیلی زیاد باشه، کانتکت ریسینگ خیلی زیاد باشه، قرنطینه زیاد باشه، احتمالاً بیماری میمیره. برای همین اینجاها باید ساب کریتیکال باشه و چقدر آلفا کوچیک‌تر باشه و احتمال انتقال بیماری بیشتر باشه، اینجا هم باید ساب کریتیکال، سوپر کریتیکال باشه، یعنی بحران، فوق بحران. اینا ادبیات قید بحران. و حدس میزنیم که یک خمه وجود داره که این خمه به شما این محل گذار فاز رو میده. اینو ما نمیتونیم از اون محاسبات قبلی به دست بیاریم، یعنی اگر درخت بود شبکمون این معادله برقرار بود و اینو میذاشتیم مساوی یک و این خمو به دست میورد، اینو میذاشتیم مساوی یک، پی از فانکشن اف آلفا میشد این قرمز. راجبه وقتی که شبکه دیگه درختی نیست، میایم یه ریاضیات دیگه استفاده میکنیم که گفتم مقاله جیمزه و حتی میتونیم با شبیه سازی هم انجامش بدیم و اون موقع میبینیم که این خمه شروع میکنه رفتن رو به بالا، یعنی زیاد کردن اندازه گروه ها سبب میشه که آستانه گذار فاز ما، آستانه اپیدمی ما و خطوط گذار فاز ما بیشتر برن، یا به عبارت دیگه حجم زیر خم که اینجا محدوده ساب کریتیکال نشون میده رشد کنه، یعنی هر چقدر کانتکت ریسینگ رو گروه های بزرگتر انجام بشه بیشتر موثره. این چیزی بود که ما به صورت شبیه سازی و ریاضی نشون دادیم. برای اینکه این اثر رو بهتون بگم که فقط هم خطی نیست، من میام یک کاری میکنم، من میام این محور وای رو به جای اینکه با پی بکشم اسکیلش کنم با پی ضرب در 1 منهای آلفا، چون این احتمال موثره عبور بیماری دیگه، با این رد میشه با این متوقف نمیشه. اگر من اینو ریسکیل کنم اون موقع میبینید که برای حالتی که درختی شبکه یه چیز ثابته، ولی واسه بعدش میبینید که این داره همینطور رشد و رشد میکنه. هر چقدر آلفا زیاد میشه فاصله اینها از بیسلاین که تری لایک نتورک بیشتر و بیشتر میشه، یعنی کانتکت ریسینگ داره به صورت غیر خطی روی گروه بهتر عمل میکنه. کلی چیز دیگه ما نشون دادیم، دیدیم که یه مش قوانین مقیاسی وجود داره، دیدیم که میتونیم کل سیستما به عنوان یه سوشال فنومنا مدل کنیم، به صورت یه فرایند پخش بیماری یا پخش شایعه مدل کنیم و اینا رو میشه جابجا مدل کرد. و یه درس خیلی مهمی که این پیپر داره اینه که وقتی شما فرایندهای پخش رو نگاه میکنید، مهم نیست که اون فرایند سیمپل کانتیجن مثل بیماری که یه نفر یه نفر رو مریض میکنه، یا کامپلکس کانتیجن که نظر من وقتی عوض میشه که نظر دوستام عوض بشه، این فقط به این وابسته نیست، به ساختار شبکه هم وابسته است و بسته به اینکه ساختار شبکتون چجوریه شما میتونید اینا اصلا اون وری هم مدل کنید، یعنی گاهی وقت مدل کردن شایعه رو میشه با مدل کردن بیماری جابجا کرد بسته به شبکه. این پیپر ما هم بعد از یک ریویو طولانی اومد بیرون خیلی تازه و همینطور که نگاه کنید همکارای من سه تاشون ریاضی دونن و خب میتونید ابزار ریاضی که داشتن رو استفاده کنید. خیلی خوب، خیلی حرف زدم، اینا همکارای منن، آدمای نیکی که توی این چند سال من باهاشون کار کردم و این مقاله هایی که راجبشون حرف زدم و یه چند تاشون هم حرف نزدم و دادیم با هم بیرون، از اونا تشکر میکنم و از شما هم بابت اینکه حوصله کردید و گوش دادید تشکر میکنم.
من اسکرینم رو از حالت شیر در میارم و برمیگردم اینجا که کسی سوالی چیزی داره جواب بده. خب حکیم دستور چی میفرمایید؟ برای من چیزی بگه. خب آقا اگر کسی سوال نداره میتونیم بریم استراحت کنیم برای حکی بعدی. ما چون گفته بودیم چهار اونو شروع میکنیم و ممکنه یادم هایی چهار بیاند، به نظرم یه 5 دقیقه استراحت کنیم. من میتینگ رو نمیبندم ولی برم یه لیوان چای بیارم. دکتر جعفری میکروفونش بکنم بسته. سلام عرض کنم، هم تشکر کنم عباس جان، مثل همیشه عالی بودیم، کلی میسیو، امیدوارم اومدی ایران پیش ببینیمتون و خیلی خوشحالم که یه جایگاهی قرار گرفتی که و پیشرفتاتون ببینم، واقعا خوشحال میشم و حلال کن که ما پشت سر کلی غیبت داریم. خیلی خوبه، این خیلی خوبه. لطف داری دکتر، مرسی. عالی عالی. اوکی من میرم لیوانم رو پره چای کنم بیام پاک بعدی رو شروع کنیم. حکیم اگه ندید شما، یکی دست بالا کرده. هادی درود خدمت دوستان عزیز و سپاس از ارائه خوبتون، همچنین عرض ادب خدمت های دکتر جعفری. من فقط یه سوال کلی داشتم، این مدل سازی هایی که زحمت کشین انجام دادین، اون وقت من هیچ در واقع تجربه تو حوزه، یعنی حوزه که شما کار میکنین ندارم، فقط میخواستم اینم ولیدیشن مدلاتون هم انجام دادین یا و اصلا کلا چه جوری هستش، اصلا انجام میدید ولیدیشن و چه جوری هستش؟ ببین کاری که ما میکنیم اصطلاحا بهش میگن مدلینگ فور اینسایت، یعنی ما یه سری مدل ریاضی می نویسیم و قصدمون اینه که اصطلاحا فنومنولوژی رو درست درک کنیم، یعنی به طور بزرگ مقیاس میخوایم یه درک خوبی داشته باشیم. حالا این مدل چقدر دقیقه اینو باید بسپاریم به اون آدمایی که مدلینگ فور نامبرز میکنن، یعنی چیزی که برای من فیزیکتون اهمیت داره درک این گذار فاز است. حالا فرض کن که من نشستم یه جایی و میخوام به دولت هشدار بدم که آقا هفته دیگه اینقدر آدم مریض میشن، اونو نمیشه دیگه با این مدلایی که ما انجام میدیم دقیق گفت، چون مدلای ما خیلی ساده اند به خاطر اینکه میخوایم ماتماتیکلی ترکتبل باشه، میخوایم با قلم و کاغذ های جای خوبی پیش بریم، موقع مجبوریم مدلای دیگه بنویسیم و قید یه سری از آسودگی های ریاضی رو بزنیم، کاریه که بقیه تیم ها میکنه. کار ما یه چیز دیگه است، کار ما اینه که درک درستی از قصه داشته باشیم. مضاف بر این همونطور که گفتم هر مدلی رو میشه کالیبره کرد یا به قول شما ولیدیت که وقتی دیتا باشه، یه موقعی دیتا نیست، برای همین ما اصلا نمیدونیم چی میشه، بهتره اون موقع با کمترین فرض ممکن شروع کنیم که یه درک خام دستانه ای حداقل داشته باشیم که بیچاره نشیم توی یه مسئله، بعد اون موقع حالا هر چقدر دیتا بیشتری بیاد مدلمون رو کالیبره کنیم، پارامترمون رو بهتر تنظیم کنیم، پیچیدگیش رو کم و زیاد کنیم و این چیزا. مثلا تو ممکن بود از من بپرسی این مدلی که تو گفتی کجاش نشون میداد که مثلا اگه مدرسه رو ببندیم کانتکت ریسینگ بهتر عمل میکنه یا نه، من میگم مدل من هیچ جا نشون نمیداد، تو مدل من اونقدر پیچیدگی نداره که این چیزا رو لحاظ کنه.